مهمان برنامه ما آقای مهدی آقازمانی است. آقازمانی، بیاین سر از عقب‌تر به ماجرا نگاه کنیم. ببینید، حضور چنین افرادی تو رسانه‌های دولتی ایران بدون اجازه و هماهنگی نمیتونه باشه. آیا واقعا مسئولان حکومت ایران فکر می‌کنن با چنین روش‌هایی میشه مشکلات درمانی مردم رو حل کرد؟ آقای سیگارچی، بحث حل کردن مشکل نیست، بحث فرافکنی کردنه. هر دانش آموز کلاس سوم دبیرستان که شیمی خونده باشه میدونه که بین یون و مولکول فرقه. یون همون آهن نیست که وزن نداشته باشه، یون ذره بارداری است که حالا از هر مولکولی که میتواند بار منفی، یعنی الکترون بیشتر داشته باشه، استفاده کنه. درد من اینجاست. در سالهای اخیر کسی مثل آقای محمدعلی طاهری که پایه‌گذار فرادرمانی بود به زندان میره و در زندان میفته به دلیل اینکه حرف درست میزنه و نگاه علمی به ماجرا داره و میاد حلقه گمشده ای رو بین طب و اصالت انسان پیدا میکنه و میاد این صحبت رو میکنه که بسیاری از دردهای ما سخت افزاری و بسیاری از دردهای ما نرم افزاری است. ما همه این علم و پزشکی رو گذاشتیم روی موضوع سخت افزاری بشر، در حالی که وجود نرم افزاری او رو نادیده میگیریم و بایستی از یک شعور بالاتر به این مسئله نگاه کنیم. او بایستی الان در گوشه زندان اوین باشه در اعتصاب قضا، و از این سمت دوستی مثل این آقای روازاده که متاسفانه من در سواد ایشون به طور جدی شک دارم، ولی خب مردم خوششون میاد گویی این حرفا رو بشنون. حقیقت ماجرا اینجاست که مردم ما مردم بسیار خوب و ساده دلی هستند که برای اعتقادات مذهبیشون ارزش بسیار بالایی قائلند، و متاسفانه تو این سالها خیلی ها از همین آبشخور، یعنی آبشخوری که با اعتقادات مذهبی مردم بازی کرده، تونستن به مردم دروغ بگن، با اونها رو خوب فریب. مهمان برنامه اشاره کردن به آقای محمدعلی طاهری، از کسانی که در واقع متاسفانه در سالهای اخیر با ایشون بدرفتاری هایی شده و با ایشون و کسانی که مکتب عرفانی که ایشون میپردازه. یکی از بینندگانی که با ما تماس گرفته خانم آناهیتا هست، از فرادرمانگرها هستن، از آمریکا تماس گرفتن. روی خط بیاریم ایشون، ببینیم نظر ایشون چیست. خانم آناهیتا سلام بر شما، نظرتون رو بشنویم. درود بر شما، در خدمتتون هستم. در رابطه با طب مکمل، یک مسئله که هست، ما این رو به عنوان طب مکمل میپذیریم، نه اینکه جایگزین طب پزشکی مدرن بشه، بلکه بتونه از نگاه دیگری که در ریشه در واقع بررسی وجود انسان داره به صورت فراکل‌نگر، از این جنبه هم نگاه بشه و از جنبه عرفانی بهش نگاه بشه، و از این نگاه درمان هایی هم در این رابطه صورت میگیره که من تجربه خودم نشون میده که این درمان ها موثر بوده. ممنونم از شما که آمدید روی خط نظر دادید.